فلسفه طراحی این عطر برمیگرده به قرن 18، جایی که تو اون کاخهای بزرگ و مجلل، تو مهمونی‌های اشرافی، دخترای جوان و شیک به دنبال شاهزاده‌های جذاب خودشون بودن. درود، خیلی خوش اومدید به یه معرفی دیگه از خلیفه چیت. توی این ویدیو میخوام براتون یکی از عطرهایی که کانسپت خیلی جذابی داره رو معرفی کنم، از برند کازاموراتی به نام گران بالو یا به زبون ایتالیایی گران بالو. بریم خیلی سریع از نزدیک جعبه گوشایش رو ببینیم، واقعا جعبه خیلی شیکی داره محصولات کازاموراتی. خیلی سریع بریم و بیاییم. گران بالو یا گران بالو تو سال 2013 به بازار معرفی شد. یه عطر زنونه است که توی گروه بویایی گلی، میوه‌ای، خوراکی قرار میگیره. این خوراکی چیه داستانش؟ خب شما خیلی شنیدید که مثلا من میگم فلان عطر زنونه تو گروه بویایی گلی میوه‌ای قرار میگیره. واقعا عطر خیلی زیادی داریم برای خانم‌ها این گروه بویایی. حالا اگر این گروه گلی میوه‌ای، یعنی این سری نوت‌های گلی میوه‌ای بیان در بستر یک سری نوت‌های خوراکی، حالا یک یا چند نوت خوراکی پررنگ قرار بگیرن، یه پسوند خوراکی به این موضوع اضافه میشه، یعنی میشه مثلا فلورال فروتی گورمان یا گلی میوه‌ای خوراکی. خب این عطر به صورت کلی دیدید که چقدر کانسپت جذابی داره و شاید به عنوان مثلا یک عطر دعوت کننده هم محسوب بشه توی روابط دو نفرتون. خب به صورت کلی رایه تقریبا میشه گفت 4 فصل داره، شیرینه، یه مقدار میوه‌ای طوره، میوه‌ایش هم برمیگره به سمت اون ردبریز، مثل مثلا حالا میوه‌ای مثل شاتو تو این سبک‌ها در نظر بگیرید، و یه حس کاراملی، پودری، وانیلی هم توش وجود داره که خیلی عطر حالت خوشمزه ترش کرده. نوت‌های مهمش رو بهتون بگم. توی تاپ نوت ما ماندارین داریم به اضافه ردبری. توی نوت‌های میانی هم گل یاس وجود داره، هم عسل هم کارامل. توی بیس نوت هم وانیل داریم به اضافه یه چوب سد. می‌بینید که مثلا 3 تا نوت پررنگ خوراکی داریم، وانیل به اضافه کارامل و عسل. خب بریم سراغ هرم بویاییش که ببینیم رایحه به چه صورته و چه تغییراتی میتونه داشته باشه. خب تو شروع وقتی عطر اسپری میکنید یه حس و حال شیرین ملایمی مشامتون میخوره، همون اول حس میکنید که این چقدر عطر مهربونیه. شروعش نوتای میوه‌ای داره، اما خب میوه‌ای که اینجا داریم من گفتم از ردبری ها هستن، یه مقدار متفاوته با میوه‌ای مثلا عطر میوه‌ای مثل هلو دارن، مثل نمیدونم آناناس دارن، حتی مثل سیب، نمیدونم مثل این نوتای میوه‌ای که مثلا گلابی، خیلی فضای میوه‌ایشون متفاوته. اینجا فضای ردبری داریم. ردبری ها دیدید که مثلا اگه شما تمشک می‌خورید یه حس شیرینی دارید در کنار یه حس ترشی، این یه حالت تعادلی به وجود میاره که در کنار سایر نوتا خیلی فضا رو جذاب میکنه. بس شروع میوه‌ای داریم، از همون اول حس اون شیرینی عسل، کارامل، اون شیرینی خوراکیه به مشامتون میخوره، اما خب میگم این ترشی ردبری ها باعث شده که یه مقدار اون شیرینی خیلی خشن فضای کاراملی، فضای وانیلی کمتر به مشامتون بخوره، یه مقدار رایحه رو متعادل کرده در شروع. پس بیشتر حس میوه‌ای میگیری توی شروع، اما یه ردی از اون فضای خوشمزه‌ای که بهتون گفتم وجود داره. تو تقریبا میتونم بگم که میریم به سمت نوت‌های میانی، اون حس گلیه، گل یاسی که داریم اینجا دیده میشه، ولی خب فضای اون عسل و کارامله خیلی پررنگ تر میشه. در کنار اینا میبینید که شما گل داریم به اضافه فضای خوراکی، این گلای سفید یه مقدار باز اون حس شیرینی که میگم و کنترل میکنن، یه جوری کار داره خیلی کنترل شده پیش میره که اون شیرینیه خیلی بیش از حد نشه، شما رو بخواد اذیت کنه. به سمت نوت پایه که میریم، این ترکیب اون عسل و کارامل به اضافه وانیل، یعنی تو بستر وانیل و چوب قرار میگیرن، یه مقدار میشه گفتش که این شیرینی خیلی دلنشینه
دلنشین تر میشه دیگه، اون تندی اولیه رو نداره، همین دلنشینیه خیلی حس جذاب میکنه. عطر وانیلی توی نوت های پایه خیلی جذاب به نظر میرسن، وقتی که روی پوست تازه میمونن اصلا اون خود واقعی نوت وانیل توی بیس نوت خیلی قشنگتر دیده میشه. یه حس پودری خیلی خوبی هم از تقریبا نوت های میانی به سمت پایه شما حس میکنید. خب کانسپت برند کازامارتی راجع به این عطرم که بهتون گفتم، گفتم که آقا اومدن جوری عطر رو طراحی کردن که یادآور اون مهمونی‌های مجلل و اشرافی قرن 18 باشه، که حالا خانوما با اون لباس باروک معروفی که تو اون قرن 17-18 مد بود اونجا حضور پیدا می‌کردن و خب زوج مورد نظرشون اونجا پیدا می‌کردن. به نظر من این عطر مناسب خانمای هولوش 20 تا 35 ساله، خیلی خوب بازخورد میده، توی روابط دو نفرتون میتونه ازش استفاده کنید، توی مهمونی‌های رسمی هم بازخورد خیلی خوب میتونه داشته باشه. به نظرم یه عطر چهار فصله، حالا شاید خیلی تو روزای خیلی گرم تابستون توی ظهر اینا جواب نده، ولی اگه مثلا شبا استفاده کنید عملکرد خیلی بهتری داره. ماندگاری شلوش 7.5 نمره میگیره و پخش بوش حدود 7. خب گران والو رو به نظر من اگر افرادی که به کانسپت عطر خیلی اهمیت میدن خیلی خوشحالشون میکنه. کلا برندهای نیش خیلی تو این زمینه بهتر عمل کردن، یعنی واسه اکثر عطرشون یه کانسپت جذابی رو طراحی کردن که وقتی خب حالا اون کاربر اون مصرف کننده میاد کانسپت رو میخونه خیلی قشنگتر روایه رو درک میکنه، یعنی با یه پیشفرض قبلی وقتی میاد اون رایه رو تست میکنه خیلی براش دلنشین تر میتونه باشه این موضوع. خیلی ممنون از نظراتی که همیشه میذارید، واقعا نظراتتون تاثیرگذاره، خیلی از کاربرهای دیگه میتونن از نظرهای شما استفاده کنن. خیلی ممنون، تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه از خلیفه چی، فعلا خدا نگهدارتون.